برای این برنامه قرار شد بیایم جنوب کشور. تو همون ساعتهای اول رفتیم حسابی شهر و جاهای دیدنیشو گشتیم و قایق سواری از این جور چیزا. خیلی خسته شده بودیم و قرار شد بریم واسه استراحت تا فردا صبح زود قبراق و سرحال بزنیم بیرون. دمدمای غروب تو راه برگشت یه چیزی نظرمو جلب کرد. خواستم برم از نزدیک ببینمش و سر در بیارم چیه، که یهو شب شد و گفتن شبا نمیشه بهش نزدیک شد. خیلی خوب. آقا برای ما هم سود میزنن یا برای شما؟ خواهش می‌کنم. این برابر سنتی که هست برای پرونده میزنم. سلام. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. این سود قضیه چیه؟ به منظره ادای احترام به سلسله فرماندهی. هدف اصلیش احترام به پرچم هست. احترام به پرچم یا اینکه احترام به پرچم هست. حواس زیر دستا باشه که یه نیروی ارشد داره میاد حواستون جمع بشه خودتون جمع جور کنین. درالی. محسن جان بیا بریم. بین خودمون باشه. خود منم تازه فهمیدم این گول سیاه سنگین و آرومی که دیشب نفهمیدم چیه، یه زیر دریاییه. من فقط تو فیلم‌ها دیده بودمش. خیلی هیجان زده بودم. حسن نایمن. بخواید ما بریم داخل. ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید. یاد بریم داخل. زیر دریایی وسیله نقلیه شناوره که میتونه زیر آب حرکت کنه. قصه ساخته شدنش خیلی طولانیه. به طور خلاصه عرض کنم، همونطور که از قدیم یه سری آرزوی پرواز کردن داشتن، یه سری هم تلاش میکردن زیر آب این و اونور برن. 400 سال پیش، حدود سال میلادی 1620، یه نفر به نام دربل اولین زیردریایی رو ساخت که میتونست 4.5 متر بره زیر آب. یه نفره بود و واسه حرکتش باید پارو میزد. سال 1770 یه نفر دیگه به نام دیوید باشنل یه زیردریایی ساخت که بیشتر شبیه بشکه بود. پدالای دوچرخه‌شو هم کنده بود و وصل کرده بود به یه پره. وقتی رکاب میزد زیردریایی جلو میرفت. 3 سال بعدش رابرت فولتون به طور جدی‌تری زیردریایی ساخت. 3 نفر گنجایش داشت و قابلیت تنظیم عمق. رابرت خیلی تلاش کرد زیردریاییشو به موتور بخار مجهز کنه، اما از اونجایی که زیر آب هوایی واسه احتراق وجود نداشت، نشد که بشه. اثر ناشاری تو خشکی دیگه بخار رو گرم می‌کرد تا موتور راه بیفته. بعدش سری زیردریاییشو مینداخت تو آب. تا سرد شدن دیگه بخار چند دقیقه ای طول می‌کشید و تو این چند دقیقه رابرت لذت زیردریایی موتوردارشو می‌برد. سال 1860 یه مدل زیردریایی موتوردار ساخته شد که با لوله واسه موتورش هوا می‌گرفت. به همین دلیل خیلی نمی‌تونست بره تو عمق زیاد. در نهایت تو سال 1904 اولین زیردریایی به شکل امروزی توی فرانسه ساخته شد، یعنی زیردریایی دیزل الکتریکی. وقتی در سطح آب بود موتور دیزلش کار میکرد و یه عالمه باتری شارژ میشد و وقتی میرفت زیر آب باتریای شارژ شده موتور الکتریکیشو راه مینداختن. اینطوری زیردریایی همیشه یه نیرو واسه حرکتش داشت. خوب شد خلاصه گفتم. بالا اومدن آب سخت هم هست دیگه. اینجا لباسمون کثیف میشه اینجا، یه نه ترتمیزه. من شد آفتنزه. فکر نمیکردم اینجوری باشه. در حال زی داریم، سخته خدمت درش. بنده شخصا بابت کیفیت بد تصاویر عذرخواهی میکنم. چون خیلی تاریک بود مجبور بودیم برای ثبت کردن وقایع از خیر کیفیت تصویر بگذریم. ماهیت کار در اون سختی. خب بفرمایید. از اونجا میریم بالا، دوباره میریم پایین. آها، مراحل پیچیده ایه. مثلا اینکه شما باید انقدر تمرین کرده باشید که بتونید سریع در کمتر از 3 ثانیه. خب بگید بپرم پایین دیگه. یه ثانیه. خب یه ثانیه، هنوز 3 ثانیه نشده. 2 ثانیه. اوه خدا. 3 ثانیه. خب چند ثانیه شد؟ نشده هنوز 3 ثانیه. یه 2-3 ثانیه مونده هنوز. فکر کنم یه 1-2 ثانیه زیاد آوردم. آه 3 ثانیه مونده. اصلا نفهمیدم چجوری رسیدم با این. میتونی بیای؟ خب پس من یه گزارش صوتی برات میفرستم. ما الان در عرض 3 ثانیه اومدیم توی زیردریای یونس. یونسه یا یونسه؟ یونس. سلام علیکم. سلام. خیرمقدم از میکنیم خدمتون. قربان شما. اینجا در حقیقت پست مرکزی زیردریایی هست و کمپارتمنت دوم. چی چیه دوم؟ کمپارتمنت دوم. یعنی چی؟ قسمت دوم، سکشن دوم در حقیقت. ها، زیردریایی درهای مختلفی داره. این الان دومین محفظه. دقیقاً همینجوری. مغز متفکر زیردریایی اینجا هست. امر راهبری زیردریایی از اینجا کنترل. اتاق فرماندهی. دقیقاً به عبارت اینجا میشه گفت اتاق فرماندهی هست. ایشون فرمانده هم یگان هستن، جناب نافتمان وظیفه، دقیقاً جانشین من هستن. و... سربان وظیفه گفت، یعنی ایشون سرباز هستن. نخیر، فامیلشون وظیفه هست. بله. نشته میشه بعضی آره.
اصلا یه زیر دریایی چطوری میره زیر آب؟ پاسخ این سوال خیلی زمان میبره ولی اصولا حق با ایشون بود. واقعا توضیحش یکم طولانی بود و پیچیده، اما من میتونم یه بار به صورت خلاصه براتون توضیح بدم. زیردریایی یه مخزنی به نام مخزن بالاست داره که توش یا هواست یا آب. وقتی روی سطح دریاست این مخزن پر از هواست. اگه زیردریایی بخواد بره زیر آب این مخزن رو از آب پر میکنه و چون آب از هوا سنگین تره زیردریایی میره زیر آب. در واقع آب جای هوا رو میگیره، اما از اونجایی که زیر آب هوا حکم طلا رو داره نمیذاره اون مقدار هوا هرز بره، بلکه اونو فشرده میکنه و نگه میداره واسه روز مبادا. برعکس وقتی بخواد بیاد بالا با یه سری پمپ همون آبی که داخل مخزن شده رو خالی میکنه و الان باید هوا جای اونو بگیره. اینجاست که اون مخزن طلایی هوا به کمکش میاد و هوای فشرده شده دوباره تزریق میشه تو مخازن. نتیجه اینکه زیردریایی مثل یه توپ پلاستیکی که توش پر از هواست به سمت سطح آب میاد. قسمت هدایت سکان زیردریایی هست که موقعی زیردریایی در زیر آب قرار داشته باشه، موقعی که زیر آب باشه این سکان کار هدایت بالک های افقی سینه و پاشنه، هدایت سکان عمودی رو جهت تغییر راه رو از اینجا کنترل کنه. خب میتونم تکونش بدم؟ بله بله جدا نشیم بریم. نه مشکل نداره. این الان در واقع این که میپیچونیم که در واقع چپ و راست میره، درسته؟ بله بله. بالا پایین رفتن چجوریه؟ به طرف خودتون بکشید یا به عقب، در حقیقت بالا و پایین. یکم الان میره پایین یه درجه یه میزه تکون میکنه. مطمئنی الان تکون نمیکنه زیردریایی؟ ما موتورهای مختلفی در داخل یگان داریم که متناسب با شرایطی که داریم از اون موتورها استفاده میکنیم. دستورات از اینجا به اون کمپارتمنت مربوطه منتقل میشه. بسیار دستور به صورت تلگرافی است. از طریق دست تلگراف دستگیری که اونجا شما مشاهده میکنید صادر میشه. الان یعنی من اینو تکون بدم چی میشه؟ خلاص که اینجا وظیفه مثلا با قانونسال اگه مهارت آها فهمیدم چی شد. چه بازی باحالی. اجازه بدید منم یه چند تا چیز کنم. در حقیقت از طریق این دست تلگراف اطلاعات و دستورات موتور رو به نفری که اونجا کاربرم هست منتقل میشه. الان من دارم اشاره شو میکنم. آه میسوزه. یا آخری حرکت چواله به هرچی هر کاری میکنم اونم میگه. اولا ما دریا که میریم هیچ وقت خورشید رو نمیبینیم، چون همیشه ما زیر آب هستیم. به طور وقتی که زیر آب هستیم باید اطراف و محیط اطراف رو ببینیم. الان چجوری میشه دید؟ بله الان شما از این دریچه ها نگاه کنید میتونید بیرون رو ببینید. میتونم به شرف ببینمش؟ بله بله. ببینم این یکی تاثیر برداریمون میاد بالاخره یا نه؟ آها دیدمش، خود حسنه. زوم نداره؟ نگاش کن خود خودشه. عجب زومی هم داره این حسن. صدامو میشنوی حسن؟ یعنی خودمون در تنش میره بالا و